و در این بخش برنامه میپردازیم به نظریات برنده ها در صفحه فیسبوک صدای آمریکا که برنامه را به طور زنده تماشا میکنند. همکارم ژیلا نوری نظریات شما را مرور کرده و فعلا در استودیو با ما. ژیلا جان سلام بر شما. در اول اگر بگوییم که راجع به سوال ما چه پاسخ ارائه کردند برنده ها؟ خب سلام خدمت شما و خدمت برنده ما که در فیسبوک صدای آمریکا به طور زنده برنامه را تماشا میکنین. در پاسخ به پرسش برنامه یکی از برنده ها به نام علی بشریار چنین نظر داده: دولت داریم که پایگاه منبع قدرتش کشورهای خارجی هستند و چنین حکومت حتی مشروعیت قانونی نداره و طبعا سرگردان بین بازی های استخبارات منطقوی و جهانی شده است. بدون تردید ضعف دولت است. بینید دیگه ما به نام احمد بصیر رحمانی از کابل نوشته کرده که به نظر من ضعف نهادهای استخباراتی و کشفی است که شامل ریاست امنیتی ملی و ریاست های کشف و استخبارات وزارت داخله میشن و در این نهادها اشخاص بختر خانواده هایشان مقرر شدن که به شکل میراثی فقط اینا ماش میگیرن. شما تفسیر کامل این دوستا و سایر بین داره در صفحه فیسبوک صدای آمریکا در پاسخ پرسش برنامه امروز میتونن که دنبال کنین. اما در میان گزارش صدای آمریکا که در رسانه‌های اجتماعی بیشتر منعکس شده، گزارش در مورد فیلم جدید برنامه 12 نیرومند که داستان جنگ سربازان آمریکایی در دوشادوش دوستم در بلخ برای طالبان در سال 2001 نشان میده در وبسایت صدای آمریکا پرخواننده بود و در صفحات فیسبوک صدای آمریکا واکنش گسترده افغانان را در بر داشت. شما این گزارش میتونید که در وبسایت صدای آمریکا و صفحات فیسبوک صدای آمریکا هم دنبال کنید. در میان سایر پست‌های جالب در رسانه‌های اجتماعی از روز شنبه بدین سو چندین هشتگ با شمول حمله کابل انترکانتیننتال با عکس‌ها و واکنش‌ها در مورد حمله در صفحات اجتماعی دیده میشد که در این میان به طور اشتباهی عکسی از آتش سوزی هتل در سال 2011 است که اتفاق افتاده شریک ساخته شد که باعث واکنش افغان ها شده. اکثر افغان ها از تامین امنیت یکی از هتل مهم در قلب شهر کابل انتقاد کردند. اما موضوع مسئول شدن دفاتر حکومت فدرال آمریکا به دلیل تصمیم نشدن بودجهش باعث واکنش گسترده آمریکایی‌ها در صفحات اجتماعی شد و افراد با استفاده از هشتگ های ترامپ شاددان و شومر شاددان و گورنمنت شاددان از هر دو حزب در کنگره به خاطر مسدود شدن برخی از دفاتر فدرال انتقاد کردند. این بود مرور کوتاه بر برخی از موضوعات رسانه‌های اجتماعی امروز و بعد دنبال کردن برنامه و گزارش ها میتونید به توییتر ما رجوع کنید، آدرس ما را یادداشت کنید: VOA دری افغان. ما امید داریم که باز هم بینندگی ما در فیسبوک و یوتیوب صدای آمریکا باشید.